فایت جدید وایدولا نشان در مقابل ایون سورده از رومانیا، یه فایت خیالی یا یک فایت واقعی؟ تا ادامه ویدیو با من باشین که بهتون توضیح بدم داستان اصلی. توی چند روز اخیر یه سری ویدیو توی سوشال مدیا داره دست به دست میشه، توی اینستاگرام و توی تیک تاک و فیسبوک، که وایدولا نشان قراره توی اکتاگون 61 فایت داشته باشه و یه سری فایت کارت ها هم ازش برعکس بیرون اومده که وایدولا نشان قراره به زودی با ایون سوردو از کشور رومانی فایت داشته باشه. و من رفتم یه سری بررسیای کامل انجام دادم داخل خود پیج اصلی سازمان اکتاگون و همچنین یه سری اطلاعات از رفیقم راشد سروری از AFG Fight Club. این اطلاعات رو با هم یه گردآوری کردم که بیایم تو این ویدیو توضیح بدیم راجع به این موضوع که جدیداً توی اینترنت داره در واقع دست به دست میچرخه و رابطه. این دفعه نوبت شهر فرانکفورت است. سازمان اکتاگون بزرگترین مسابقه خود در استادیوم فوتبال فرانکفورت برگزار میکنه. 50,000 نفر اونجا جای میشه. سلام دوستان، جگرتان جانم، تاریخ مسابقه بخیر اعلان شد توسط سازمان اکتاگون، عارفم و مشخص شد. دیگه انشاءالله که بریم بخیر، یک سفر کوتاه داریم طرف فرانکفورت. از اینجا که بخیر آمدیم دیگه تمرین ها رو شروع کنیم. اما تیه خوشی بود، گفتم با شما رو هم شریک بسازم. قربان و محبت هایتم. این در واقع یک فایت کارد خیالی بوده و اصلا واقعیت نداشته. مال اکتاگون 61 بوده. باید نجران اولین و آخرین فایتش که توی سازمان اکتاگون بوده در مقابل یعقوب بینیک مال اکتاگون 55 بوده و شما تو 55 تا 61 رو نگاه کنید که چقدر فاصله هست. پس این یه داستانی که این فایت رو تکذیب میکنه. دومین دلیل اینه که این رفیقمون سوردو از رومانیا هفته دیگه توی اکتاگون 58 فایت داره، پس نمیشه که دو تا فایت پای سر هم داشته باشه و این دومین دلیلی هستش که باعث تکذیب این داستان میشه. اینکه بخوان با هم دیگه فایت کن، احتمالش کلا 50-50 حتی در آینده برابره. شما حتی اگه همین الان توی خود پیج اکتاگون ام ام ای بیاین میبینید که تو اکتاگون 61-62 برابره همین جوری برداشت ایونت ها رو گذاشته و حتی خیلیاشون بدون فایت، یعنی همین جوری فقط برداشت ایونت هاشو داخل پیجش گذاشته. ولی ما در هفته آینده اکتاگون 58 رو داریم که قراره برگزار بشه و اگه شما برین سرچ کنید میبینید که اصلا وایدولا نشان جزء فایت کارت ها نیست فایتش. ولی جدا از این خبری که حالا توی سوشال مدیا اومده دست به دست شده، ما می فرض رو بر این میگیریم که وایدولا نشان قراره یک فایت داشته باشه با این رفیقمون سوردو از رومانیا برابکس. این یه فایتر وحشیه، یعنی بهتون نگم، من یه سری تحقیقات که راجبش کردم، یه سری فایتاشه که دیدم، خیلی فایتر قدریه. 14 تا برد داشته، 6 تا باخت داشته. خیلی از لحاظ فایت توی سازمان اکتاگون و تجربه جوری میشه بگیم از وایدولا نشان بهتره، ولی بازم سنگخور رو نمیشه دست کم بگیریم، چون که تو اکتاگون 55 دیدیم که چطوری اومد یعقوب بهنیک معروف به محسن قهار رو برامون کتلت کرد و رفت. ولی به نظر من اگه این فایت بخواد اتفاقم بیفته، من داستانو 60-40 میدم، یعنی 60 میدم به واحد، 40 میدم به این رفیقمون سوردو از رومانیا. اگه هم قرار باشه اتفاقی و فایتی در آینده توی سازمان اکتاگون بیفته و وایدولا نشان توش باشه، باید بریم فایت کارت ها رو ببینیم که فکر کنم توی اکتاگون 59 یا 60 باشه اگه قرار باشه قرار بگیره، چون ما الان اکتاگون 58 رو داریم. اگه ما بریم داخل پیج، بریم اکتاگون های جلوتر، مثلا اکتاگون 59 رو بریم با هم دیگه ببینیم که هنوز برگزار نشده فایت کارداشو ببینیم، اینجا میبینید یه سری فایترها رو عکساشون رو نذاشته. خب یک سری فایترها رو اصلا بدون حریف گذاشته و ممکنه که یکی از این فایت کارت ها وایدولا نشان قرار بگیره. من براتون حتما توی تصویر میذارم، اینجا هم میبینید که اصلا فایت کارد مثلا گذاشته و نوشته کامینگ سون. این کامینگ سون بر اساس همین فایترهایی هم که فایت نکردن و اینا میان قرار میگیرن داخل این کامینگ سونا و مشخص میشه اون موقع که وایدولا نشان قراره به زودی تو کدوم فایت کارد و با کدوم فایتر فایت بکنه. با هر کدوم از این فایترها باشه برعکس، من واقعا به قطع یقین میگم که سنگ تمام میذاره و برد بعدی خودش هم تو سازمان اکتاگون ثبت میکنه و پرچم افغانستان رو میاره بالا. تو همین ماه دو تا فایت خفن داریم توی روز، یکی فرید بشاله و یکیش نصرت حق برسته. در ادامه یه فایت خفن دیگه هم از سمیولا فیزی داریم که قرار بود با یه فایتر دیگه باشه، الان مثل که عوض شده، با یه فایتر دیگه قراره فایت بکنه. اگه خواستی راجع به فایت جدید سمیولا فیزی هم یه اطلاعات میدم که توی کانادا قراره برگزار بشه. این ویدیو یک حالت اخباری گرفته بود و فقط خواستم یه سری اطلاعات بهتون بدم. پیشنهاد میکنم برین این فایت آخر وایدولا نشان در مقابل یعقوب بهنیک ببینید و لذت ببرید. برین که تو ویدیو بعد برگردید.